آتش سوزی برج گرنفل در لندن برای بسیاری از ایرانیان یادآور حادثه تلخ فرو ریختن ساختمان پلاسکو بود. به نظر شما چه تفاوت و چه شباهتی میان رویکرد مسئولین و شهروندان نسبت به این دو حادثه وجود داره؟ اگر بیننده برنامه ما بوده باشید حتما راه‌های متنوع تماس با برنامه روی خط رو میدونید، اما برای یادآوری بگم که میتونید با شماره تلفن ما تماس بگیرید، در طول برنامه به طور مداوم زیرنویس خواهد شد. یک راه دیگه اینه که از طریق اسکایپ اقدام کنید یا اینکه شماره تماس خودتون رو از طریق اکانت روی خط در شبکه‌های اجتماعی برای ما بفرستید تا همکارانم هم شما رو در نوبت تماس قرار بدن و خودشون با شما تماس بگیرن. اگر میخواید به طور نوشتاری با ما در تماس باشید از طریق اکانت روی خط در شبکه‌های اجتماعی یا از طریق کانال تلگرام صدای آمریکا اقدام کنید. آدرس ما در تلگرام هست sendvoa. از اون طریق میتونید از خودتون فیلم بگیرید یا صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. اگر میخواید که چهرهتون مشخص نشه کافیه دوربین رو به سمت دیگری بگیرید یا اینکه کمی پایین‌تر از صورتتون بگیرید. از طریق همه این راه‌ها میتونید با ما در تماس باشید. من بهروز صمدبگی هستم و تمام تلاشمو میکنم که نظرات شما رو هر چه بیشتر در این برنامه منعکس کنم. سلام، ابشار سیگارچی هستم، همراه شما در برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا درباره تفاوت‌ها و شباهت‌های رویکرد شهروندان و مسئولان در آتش‌سوزی برج گرنفل و ساختمان پلاسکو. اول از همه نگاهی اما داشته باشیم به آنچه که در این دو حادثه رخ داد. همونجوری که در تصویر می‌بینید، تصویر سمت راست مربوط به ساختمان پلاسکو و تصویر سمت چپ مربوط به ساختمان برج گرنفل هستش که تأسیس این دو ساختمان در مورد برج ساختمان پلاسکو مربوط به سال 1341 بوده، برای برج گرنفل در سال 1353 بوده. مدت زمان آتش سوزی که بوده برای پلاسکو 3 ساعت و نیم بوده و برای برج گرنفل 7 ساعت بوده و در نهایت بعد از 3 ساعت و نیم در واقع ساختمان پلاسکو فرو می‌ریزه و خاموش شدن برج گرنفل هم 7 ساعت به طول می‌انجامه اما فرو نمی‌ریزه. اما در بخش بعدی این قضیه تعداد کشته شده ها هستش که در حادثه پلاسکو ساختمان پلاسکو 21 نفر جون خودشون رو از دست میدن و آمار کشته شدگان در برج گرنفل به 79 نفر میرسه. اما اون چیزی که مشابه هم هستش در مورد دلیل در واقع رخداد این آتش سوزی هستش که اشاره شده که تا حدودی سهل‌انگاری انسانی در اتصال برق در تا حدودی مشابه در مورد برج گرنفل هم اتصال برق بود. اما چیزی که این رو نشون دادیم برای این نبوده که بگیم که کدوم قدیمی تر بوده، چرا این ریخت چرا اون نریخت. امروز میخوایم به این نگاه کنیم که بعد از دو حادثه که تقریبا تا حدودی مشابه بودن واکنش مسئولان و شهروندان در قبال این اتفاقی که در کشورشون رخ داد به چه صورت بوده. به عنوان مثال در برج گرنفل اتفاقی که انجام شد، دولت در اولین اقدامی که انجام داده اومده برج هایی رو که مشکل مشابه برج گرنفل داشتن، یعنی نمایی که در اونها مواد قابل اشتعال به کار رفته بود رو معرفی کرد و در این بین اشاره شده که حدوداً 600 و اگه آمار دقیق بدم من بتونم رقم رو دقیق بگم 800 خانوار با جمعیتی برابر با تقریباً 4000 نفر رو از 650 واحد این برج ها تخلیه کردن که بتونن سریعاً این کار رو برای در واقع نظارت، کنترل و بازسازی نمای ساختمان انجام بدن. از طرف دیگه نکته ای که این وضعیت کاری بود که دولت انجام داد، بخش دیگه بخش مردم بود. اشاره شده که ساکنان 5 برج پیش از اینکه حتی به اونها هشداری داده بشه خودشون اقدام کردن به تخلیه اون برج ها. و در قسمت دیگه هم نخست وزیر بریتانیا اشاره کرده به اینکه روزانه صدها برج در بریتانیا، در واقع 100 برج در بریتانیا مورد کنترل و بررسی قرار میگیره تا از جلوگیری بشه، تا از حوادث اینچنینی که دوباره رخ نده. نکته جالبی گفتید درباره نظارت و بررسی روزانه 100 برج در بریتانیا تا اینکه از حوادث مشابه جلوگیری بشه. نکته‌ای که وجود داره، بعد از حادثه پلاسکو در تهران هم دبیر شورای عالی شهرسازی
در هشداری اعلام کرد که 256 برج تهران اساساً هیچ اطلاعاتی مربوط به ایمنی ازشون موجود نیست و اصلا مشخص نیست که چه وضعیتی دارن، ضمن اینکه یک سری برج ها هم هستن که به لحاظ ایمنی وضعیتی مشابه وضعیت ساختمان پلاسکو دارن. بد نیست در برنامه امروز مخاطبانی که با ما تماس میگیرن یا نظر میدن به این بپردازن که آیا از وضعیت ایمنی ساختمان هایی که در یک ساکن هستن با خبر هستن، خودشون چیکار میتونن بکنن برای اینکه مطمئن تر بشن نسبت به پیشگیری از وقوع حوادث مشابه، یا اینکه چطور میتونن این درخواست ایمنی رو از مسئولین مطالبه کنن و پیگیری کنن تا اینکه در آینده چنین حوادثی رخ نده. ممنون از توضیحات تکمیلی که دادی، اما امروز برنامه بیشتر به این اختصاص داره که نیاز نیست که همیشه حادثه یا اتفاق مشابه این چنینی رخ بده تا برنامه در اون ارتباط گذاشته بشه. تجربه‌ای که اقداماتی که اشاره کردیم بهش از سوی دولت بریتانیا انجام شد در مقابل این حادثه بد نیست. تجربه‌ای که ببینیم در ایران با گذشت تقریبا از دیمای سال گذشته به امروز خیلی اتفاق هنوز باقی مونده، خیلی شکایت ها و گلگی ها هستش از اینکه خیلی از وعده هایی که به کسبه ها و خانواده جانباختگان بوده انجام نشده. میتونید بیاید اگر دغدغه یا در واقع درد و دلی در اون ارتباط دارید هم به ما بگید، اما بیشتر میخوایم نگاهی داشته باشیم به بحث اهمیتی که مردم در ایران و حکومت در ایران به مباحث ایمنی دارن. بذارید به سراغ خط اول بریم. آقای پیمان از سبزوار همراه ماست. آقای پیمان سلام، روی خط هستید، بفرمایید. سلام آقای افشار، وقت شما بخیر. ممنون. به آقای بهروز و همه مخاطبین روی خط هم سلام میکنم. من ببینید جناب افشار، من چند تا نکته قبل از اینکه بخوایم خیلی به تخصصی در مورد ایمنی صحبت کنیم عرض کنم خیلی سریع. یکی این که اساساً وقتی به قصه پلاسکو اتفاق افتاد که خیلی هم ناراحت کننده بود و همونطور که شما هم گفتید با همه کشته ها و همه آتش نشان هایی که رفتن و عملیات انجام دادن حدود 20-21 نفر کشته شدن، یه جس روشنفکری و جهان اولی بعضی رسانه ها گرفتن، منظورم مشخصا رسانه های بریتانیاییه، که انگار مثلا فقط توی ایران این اتفاق میفته و وای مردم ببینید چه کشور بدی دارید شما، ببینید چقدر اوضاع بده، ببینید چقدر همه چیز بده. و وقتی میبینیم توی انگلستان این اتفاق میفته اصلا انگار نه انگار اصلا الان یادشون رفته که باید در این مورد صحبت کنن، در حالی که در قصه پلاسکو تا چندین هفته هی مدام گوشزد میشد که رسانه ها مطالبه کنن که قصه پلاسکو فراموش نشه. این یه نکته بود. نکته بعدی، بالاخره آقای افشار ببینید دو تا فرق خیلی جدی دارن این دو تا ساختمون به نظر من، که این دو تا اگر این دو تا فرق تبیین بشه به نظرم نگاه مردم به رسانه ها خیلی دقیق تر میشه. ما نباید به راحتی احساس کنیم که یک پیمان ما اونقدر روی مسئله بحث خود این ساختمون ها بحث نداریم، بیشتر بحثی که اقداماتی که بعدش صورت گرفت. مثلا بهروز اشاره کرد به اینکه 256 ساختمون رو اعلام کردن که میتونه حادثه مشابه پلاسکو برای اونها اتفاق بیفته، آیا اقدامی صورت گرفت؟ این بحثیه که ما داریم در موردش مطرح میکنیم. بله دقیقاً. ببینید جناب افشار، خیلی نکته مهمی است. فقط یکی از موارد همین بود من خواستم عرض کنم. خیلی خوب شما اشاره کردید. اولا در مورد پلاسکو اسنادش بود که بارها شهرداری تذکر داده بود به پلاسکو، اینکه الان ما نمیتونیم مقصر. اما در خصوص گرینفل اصلا شهرداری ساخته، خود این ساخته بعد خودش نتونسته جمعش کنه. پیمان ببین این حادثه در هر جای دنیا که رخ بده با هر در واقع ذهنیتی که در مورد هر کشوری باشه به خودی خود حادثه دردناکی ازش، یعنی از این اتفاقات نمیشه برای انتقام جویی یا انتقاد نسبت به همدیگه استفاده کرد. بیشتر ما بحثمون بحث آموزشی قضیه است که امروز میخوایم به اون نگاه کنیم و تجربه‌ای که از این حوادث در هر جای جهان که رخ میده رو میخوایم بررسی کنیم. بله بله، این فرمان شما هم درسته، اما این انتقام من نمیخواستم انتقام بگیرم. عرض کردم دوستان همه کسایی که حالا من رو روی برنامه روی خط صدامو شنیدن و اطلاع دارن میرم، من کارشناس رسانه و در خصوص رسانهش صحبت کردم، اما در خصوص موارد ایمنی
من فکر میکنم هر ساختمونی همین که شما میفرمایید باید خیلی موارد ایمنی رو رعایت کنه، باید نهادهای نظارتی هم نظارت کنن. مثلا در خود ایران بالاخره مسئول نظارت به همین ساختمون هایی که شما میفرمایید 250 هم چند تا ساختمون توی تهران، مسئول نظارت اینا هر کدومش شخصیه، ارگانیه دیگه بالاخره. پیمان، حالا اون ساختمون ها رو دارید اشاره میکنید که به هر حال نهادهای دولتی و حکومتی باید رسیدگی کنن. ساختمونی که شما خودتون در اون زندگی میکنید آیا از امکانات ایمنی برخوردار هست؟ بله بله کاملا. مثلا میتونی نمونه‌هایش رو اشاره کنی که چیا داره، چیزهایی که در مواقع چنین حوادثی بتونه به شما کمک کنه؟ بله ببینید، اولا آلارم داره و با این آلارم معمولا در طول ماه یا بعضا حالا میشه دو ماه تست میشه از طرف مدیریت این ساختمون. سیستم آب پاش داره برای اطفای حریق، کپسول های آتش نشانی همه جا مستقر شده، کپسول ها شارژش از طرف اون شرکتی که داره ساپورت میکنه میان هر 6 ماه چک میکنن و همه چیز به قول معروف تحت نظارت. اینها خیلی اوکی داره اتفاق میفته. بله، مرسی پیمان. بذارید چون خط و پاره باید به فرصت سایر بیننده ها هم برسه، اما شماره پیامگیر اتوماتیک برنامه که از یک دیگر راهی ارتباطی برنامه است 202-382-7205 میتونید زنگ بزنید و پیامتون رو با ما در میان بذارید. با یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. فارسی اینستاگرام صدای آمریکا. اما بپردازیم به نظرات شما در شبکه‌های اجتماعی که بسیار متنوع و گسترده بود، از زوایای مختلفی به این حادثه نگاه کرده بودن مخاطبان ما. سعی می‌کنیم از گرایش های و زوایای مختلف بخونیم. مثلا در فیسبوک عباس برای ما نوشته بود که جدا از مقایسه دو حادثه، مقایسه عاقبت ساکنان دو ساختمون جالب خواهد بود. میثم هم دو نکته مطرح کرده بود و گفته بود که در نظارت بر هر دو ساختمون در موارد ایمنی و پیشگیری سهل انگاری شده بود و دو گفته بود که جانفشانی ماموران آتش نشانی در مهار آتش در هر دو مورد قابل تمجیده. علی یکی دیگر از کاربران بود که جزو کسایی بود که منتقد بود در ایران بهتر مدیریت صورت گرفته، اینطوری انتقادش رو مطرح کرده. اونایی که میگفتن اگر خارج بود با هلیکوپتر آب پاش راحت خاموش میکردن، فکر میکنم فیلم تخیلی زیاد دیده بودن. چرا در حادثه لندن از هلیکوپتر آب پاش استفاده نشد؟ و آخرین کامنت در این بخش از خشایار هست که خشایار این دو تا حادثه رو اینطوری مقایسه کرده که پلاسکو واحد تجاری تولیدی بود و تمام طبقات واحدهای تولیدی پوشاک بودند که هر کدام به اندازه چندین واحد مسکونی کارگر و خیاط و برشتن و چرخکار داشتند. علت کمتر کشته دادن فقط جانفشانی آتش نشانان ایرانی بود. ما باز هم به نظر شما در شبکه‌های اجتماعی برخواهیم گشت. بذارید به انگلیس برم و آقای سهراب که همراه ماست، به هر حال با توجه به اینکه از انگلیس تماس میگیرن اطلاعات بهتری خواهند داشت. آقای سهراب سلام، روی خط هستید، بفرمایید. درود بر شما سیگارچی. من فقط میخوام اینو بگم که فرق دو تا حادثه اینه 600 ساله، یعنی 6 قرن فرق بین این دو تا. فقط اینو میتونم بگم. منظورتون یکم واضح تر میگید که منظورم این است که 600 سال دیگه مدیریت در ایران درست مثل انگلیس میشه. خب آقای سهراب، الان شما با توجه به اینکه در انگلیس زندگی میکنید
با توجه به این اتفاقی که رخ داده چه اقداماتی اگه هست اقداماتی که بخواید بهش اشاره کنید که دولت یه سری شما اشاره کردین، آیا موارد دیگه هست که شما بخواید بهش اشاره کنید یا نکات ایمنی که در ساختمانی که شما زندگی میکنید به کار گرفته بشه؟ من خودم در خونه زندگی میکنم، کاملا فهم میکنه، ولی الان همچنین خودتون در اخبارتون گفتید که دارن تک به تک این ساختمونا رو چک میکنن که وسایل ایمنی به کار بگذارن، همین دیگه. و اونایی هم که در حادثه جون به در بردن به همه جا دادن، در بهترین هتل ها هستن تا اینکه جاشون معین بشه و به جایی مختلف لندن اسکان داده بشن. بله، پس اون چیزی که حداقل در شما رسانه شنیده این که به تمام افرادی هم که در واقع تخلیه شدن اسکان محلی برای اسکان دادن، درسته؟ آره دیگه، خب طول میکشه چون به خاطری که میدونی لندن شهر پر جمعیتیه، بعد باید بعضی هم انسان ها میخوان جای مختلف میخوان، به خاطر اون طول میکشه، ولی خب یعنی بهترین جاها رو در هتل زندگی میکنن، هیچ وامه‌ای ندارن، هیچ مشکلی ندارن. سهراب، یه سوال دیگه هم، یه انتقادی که در زمان حادثه پلاسکو بود، فقط این میخوایم از لحاظ مقایسه اون با توجه به تجربه شما دیدی که شما در انگلستان داشتین بپرسیم، واکنش مردم در چنین مواقعی در صورت بروز چنین مشکلات یا بحران‌هایی در کشور، آتش سوزی یا حوادث مشابه به چه صورته؟ مثلا در حادثه پلاسکو خیلی انتقاد میکنن از حضور مردم در محل حادثه، در انگلستان هم به همین صورت یا نه خیلی فرق داره این قضیه؟ مسلما در اینجا همه مردم سعی میکنن کمک کنن تا اونجایی که میدونن به هم دیگه کمک کنن، ولی متاسفانه در ایران میگم چون به خاطر که ما چیزی که الان بر ما حکومت میکنه متاسفانه خیلی فرق میکنه، یعنی آموزش مردم در صدی نیست که در حدودی نیست که بتونه کمک کنن به هم دیگه و کمتر خسارت وجود بیاد. بله، ممنون آقای سهراب از انگلستان که تماس گرفتیم و وقتتون رو گذاشتیم برای این برنامه. به کاشان بریم، آقای مجید همراه ماست. آقای مجید سلام، بفرمایید روی خط هستید. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. ممنون آقای مجید، شما خودتون در آپارتمان زندگی میکنید یا منزل ویلایی هستش؟ به چه صورته؟ ما ببین خانه‌ای که اینجا داریم ما معمولا سه طبقن، همکف، بالا و زیر. ما در شهر کاشان این خانه‌های سنتی وجود داره که از گذشته تا به حال بحث معماری دیرینه اید و عقبه‌ای داره در شهرمون که مسائل زیادی رو ما مردم لحاظ قرار میدن. اما این مقایسه رو من برم رو اصل مطلب که بین پلاسکو و حادثه گرینفل اتفاق افتاده بود و شما مقایسه جالبی انجام میدید، من چون دیدم دوستان چه در اینجا و چه در گذشته در فضای مجازی دیده بودم، این مقایسه از چیزهای مختلفی میشه. یه وقتی مثلا شما مقایسه عمق فاجعه رو میگید، آتش سوزی در چه میزان بوده، رسیدگی چقدر بوده، یه وقت بحث رسانه‌ایش هست که مثل آقای پیمان که اومدن توضیح دادن، این به نظرم چون شما هم یک رسانه هستید خیلی نکته به جایی هست و امیدوارم از این سرسری نگذرید، اینکه رسانه‌های مثل شما و بی بی سی چجوری مقایسه‌ای که بین این دوتا حادثه میشه کرد. مثلا همین که از واژه‌های استفاده شد در مورد پلاسکو به عنوان فاجعه پلاسکو، آوار پلاسکو، ویرانه‌های پلاسکو، اما در مورد گرنفل فقط شد آتش سوزی گرنفل. این نکات رو شما که رسانه‌ای هستید بهتر میدونید که یک قضیه رو به این سادگی میایید از کنارش میگذارید، در صورتی که هم هموطنان ما هم افغانی‌ها خیلی ها در این حادثه جانشون رو از دست دادن و حادثه کوچیکی هم نبود. آقای مجید، اول برنامه جانب. اگر نمیدونم برنامه از اول برنامه همراه ما بودید، ما در ابتدای برنامه اشاره کردیم به حادثه تلخ فرو ریختن ساختمان پلاسکو. حالا من نمیدونم چرا این مورد شما در مورد در موردش صحبت میکنید. ببینید چرا، اجازه بدین. خواهش میکنم. به خاطر اینکه ببینید ما این در شبکه شما مثلا این یه بازم پیشینه ای داره، مثل اینکه مثلا ما یه چند نفر بیان خیابون برای ما میشن مثلا معترضین، اگه تو کشور لندن یا آمریکا بیان بیرون میشن اینا شورشی. این در شبکه های شما خیلی طبیعی هست که این مقایسه رو خوب انجام بدیم، یعنی شما خودتون به عنوان یه رسانه
میتونید اگر از خودتون مثلا دوست ندارید این کار کنید در مورد بی بی سی بگید. ببینید اون پرداختی که مجید مرسی شما از زمانتون به این صورت استفاده کردید. ما انتقادهای شما رو شنیدیم. اینم نظری بود از آقای مجید از کاشان. به اسکایپ بریم. آقای شهاب از تهران همراه ماست. آقای شهاب همراه ما هستید. با توجه به اینکه از تهران تماس میگیرید، ساختمان های در واقع چند طبقه زیادی در تهران وجود داره که اشاره شده که خیلی از اینها ایمنی نیستن، میشتم این نظر شما را. آقای شهاب سلام عرض میکنم خدمت شما، همه بیننده های عزیز و هموطنان گلم. دو تا نکته داشتم، سعی میکنم کوتاه بگم خدمت شما. یکی اینکه این ساختمان، من دیدم این آقای سهراب که از انگلیس زنگ زدن و خیلی از انگلیس دفاع میکنن یه جور عجیب غریبی، میگفتن که بله بعد از حادثه مهم بوده که الان داره توسط شهرداری همه ساختمان ها کنترل میشه. من بهشون بگم همین ساختمان گرنفل سال پیش 10 میلیون پوند هزینه کرده بودن که از مواد ضد حریق استفاده کنن و بین دیواراشون، و اتفاقا همون مواد آتیش گرفت. یعنی دیگه چقدر انقدر کار ضعیف بوده تو هلند. من نمیدونم ایشون چرا انقدر دفاع میکنه. چیزی که دارید میگید اشتباه است. اون بحثی که در تحقیقات پلیس انجام شده، در واقع در نمایی که استفاده شده یک از موادی استفاده کردن که یه مقدار ارزون تر بوده و نسوز نبوده و اون در واقع یکی از دلایلش بوده که برای صرفه جویی اومدن، که این چیزایی هستش که نمیشه با در واقع قاطعیت در موردش گفت. این فعلا تحقیقاتی که پلیس داره در مورد این مسئله لحظه به لحظه منتشر میکنه. چیزی که میگی درست نیست. استفاده کردن به عنوان نسوز که مشخص اینجا دزدی سرقت گرفته، که اون مواد خودش آتیش گرفته. منم دارم ضعف اونجا رو دارم میگم. اینا داره منتشر میشه، یعنی این بحثش هست. بله بله بله، من همین دارم میگم. من یه حرفی در مورد این آقا که گفتن که مردم ایران متاسفانه نیان همکاری نمیکنن، من بحث اصلیم در این مورده. ایشون بهتر توجه کنن که آتش نشانا تو جای حادثه گرنفل تا چند ساعت اول جرئت نمیکنن وارد ساختمان بشن و به خاطر این آمار کشتن قطعا میدونید دلیلش چیه. آقای شهاب میذارم من صحبت کنم. میدونید دلیلش چیه این مسئله رو؟ من همین دارم صحبت. من اگه اجازه بدید من صحبت کنم ادامه جواب شما. خواهش میکنم بفرمایید. ولی در ایران آتش نشان با اینکه فرهنگ از خود گذشته تو ایران انقدر بالاست، از جون خودشون گذاشتن رفتن ساختمان رو تخلیه کردن و میدونن اگه این آتش نشان نبودن چقدر حادثه میتونه کشتار بیشتر داشته باشه. فرق مردم ایران اون آقای سهراب که از انگلیس زنگ میزنی و یه جورایی مشکوک داره دفاع از انگلیس میکنی، فرق مردم ایران با اونجا اینه. مردم ایران از جون خودشون میگذرن که جان مردم نجات بدن. در اونجا لندن طرف جرئت نمیکنه بره تو ساختمان بخواد اینکه جون خودش. مرسی از شما. من پاسخ شما رو فقط بدم. ممنون که روی خط اومدید و نظرتون رو گفتین. هم نظری بود، اما علت اینکه آتش نشان در لحظه اول وارد ساختمان نمیشن برای اینکه به عنوان مثلا کشوری مثل انگلیس در ابتدا مهندسان سازه میان میزان مقاومت ساختمان رو بررسی میکنن، اینکه ببینن چقدر این ساختمان مقاوم هستش و امکان ریزش داره. بعد از اون اجازه دستور داده میشه که وارد ساختمان بشن. این چیزی که در ایران طبیعتا یکی از انتقادهایی که به بحث مثلا ساختمان پلاسکو بودش همین بود که در ایران عملا چیزی به نام مهندسی سازه در ایران در بود آتش نشانی و فرآیند این چنینی وجود نداره. اما بروز نظرات بینندگان رو شنیدیم، مسائلی رو مطرح کردن. بخوام نگاهی داشته باشیم به مقصران در واقع حادثه پلاسکو. این مقصران در نهایت به چه صورت مطرح شد؟ چون الان دیدیم بینندگانی که تماس گرفتن اشاره کردن به موارد مختلف، برخی نقاط رو مورد انتقاد خودشون قرار دادن. اما چیزی که در مورد پلاسکو بوده به چه صورت بوده؟ همونطور که در ابتدای برنامه هم هر دو تاکید کردیم، ما خیلی به بحث تقصیر نمیخوام بپردازیم، منتها برای اینکه پیشگیری بشه از حوادث مشابه، اینکه کدوم نهادها و ارگانها کوتاهی کردن یا دخیل بودن در این حادثه احتمالاً راهگشا خواهد بود. بعد از این حادثه گزارش‌های رسانه‌ای زیادی عنوان شد و شورای شهر هم به قضیه ورود کرد، اما ریاست جمهوری ایران یک هیئتی رو با نام هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو تشکیل داد که این هیئت یک گزارش مفصلی منتشر کرد که در این به طور خیلی جزئی به همه در واقع عوامل و نهادها و ارگانهای دخیل پرداخته شده بود. مثلا بنیاد مستضعفان که مالک پلاسکو بوده در این گزارش اومده که در برابر اختیارها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان اقدام موثری انجام نداده است. شهرداری تهران در انجام وظایف خود که ایمنسازی این ساختمان بوده کوتاهی کرده است. وزارت تعاون در بررسی حفاظت فنی از کارگاه‌های واقع در ساختمان پلاسکو باز کوتاهی کرده. وزارت راه و شهرسازی کم توجهی کرده
و وزارت کشور اقدام مؤثر نکرده. یعنی مجموعی از نهادها و ارگانها از شهرداری تهران گرفته تا نهادهای دولتی و جایی مثل بنیاد مستضعفان که مالک بوده، اینها کوتاهی ها و کم توجهی هاشون از دلایل اصلی وقوع حادثه پلاسکو بوده. بس با توجه به این مواردی که بهروز شما اشاره کردید، باز مجددا تاکید میکنم که برنامه برای اینه که در مقابل چنین حوادثی چه روندی باید طی بشه، چه روندی قاعدتا به صورت طبیعی طی میشه، واکنش مسئولان و شهروندان چه خواهد بود. در حادثه پلاسکو این عوامل معرفی شدن، حالا عنوان شده که 256 ساختمان مشابه پلاسکو وجود داره. بحث امروز برنامه روی خط در مورد اینه که در آینده برای ساختمان هایی که میتونن در واقع اتفاقی مشابه پلاسکو برای اونها رخ بده چه اقداماتی صورت گرفته. در ادامه برنامه همراه ما باشید. قالیباف تخصصش چیه که شهردار تهران بزرگترین شهر ایران شده؟ هر کدوم از این پاسدارا وقتی که بازنشست میشن، از وزیر و وکیل و نماینده مجلس پستهایی رو میگیرن که اصلا تخصصی درش ندارن. به همین دلیل اون مملکت دچار حادثه و هر روز مصیبتی میشه. یکی نیست به اینا بگه آقا شما یه آدم نظامی بودی که اونجا هم تخصصی نداشتی، به چه دلیل می این پست‌ها رو می‌گیری؟ فقط به دلیل زور و قدرت، فقط به دلیلی که می‌تونید مردم رو سرکوب کنید جوابگو نباشید. این موجی که توی لندن آتش گرفت، هنوز خاکسترمون تمام نشده بود که بعد از برج بزرگتر، لوکستر و مجهزتری و خونه‌های خیلی بهتری برای تمام ساکنین اون داده شد. به ترکیه بریم و آقای رحیمی که از طریق اسکایپ همراه ماست، دیروز هم در برنامه شرکت کردن ولی وقت نشد. آقای رحیمی سلام، میشنویم صحبت های شما رو. سلام قربان. بفرمایید آقای رحیمی، روی خط هستید، میفرمایید. صدام میاد؟ بله بله. چند تا خیلی فرق داره بین برج کرنفل و پلاسکو. اول اینکه برج کرنفل عمدی نبود، در ایران ساختمون آتش سوزی پلاسکو به عمد یک. دوماً مصادره ای نبود. البته آقای رحیمی این جای اثبات نشد این مسئله که دارید بهش اشاره میکنید. در هر صورت سوماً این که دولت انگلستان قشنگ شفاف سازی کرد در این رابطه و قشنگ حقایق رو به مردم گفت. چهارم این که این امکاناتی که بعد از آتش سوزی به بازمانده ها دادن دولت ایران نداد. شما همه اینا رو در نظر بگیرین ببینین که چقدر تفاوت داره بین این آتش سوزی که در انگلستان رخ داده و در ایران رخ داده. و خواهش میکنم دیگران هم سوء استفاده نکنن از این ماجرا که در انگلیس همچی اتفاقی افتاد و بخوان جمهوری اسلامی رو مظلوم نشون بدن. مرسی. صحبت های آقای رحیمی رو شنیدیم. از ترکیه به تهران بریم. آقای علیرضا از طریق تلفن همراه ما. آقای علیرضا بفرمایید، روی خط هستید. سلام میکنم به شما. من ابتدای صحبتم یه نکته رو در مورد صحبت‌های آقای سهراب از انگلیس بگم. ایشون یه نکته خیلی خوب گفتن، گفتن 6 قرن دیگه مدیریت ایران به مدیریت انگلیس میرسه. حالا شاید هم 6 قرن دیگه یا 1000 سال دیگه نمیدونم، ولی در همین حد مدیریت ما شاید موقع برسه که بعد گذشت این هر مدت باز هم مسئول انگلیسی گفتن که شاید ماها طول بکشه مفقودین مشخص خوشن تحت مفقوده بودن، یعنی در تعداد مفقودین یه مجتمع مسکونی عاجز موندن. اما توی ایران مسئول ایرانی تونستن بخارین قربانیانی که جونشون رو از دست داده بودن پیداشون بکنن به خانوادشون تحویل بدن. در مورد بحثی که امروز شما مطرح کردید در مورد اینکه چه باید کرد که دیگه این اتفاقات نیفته، اینجا ما باید توجه داشته باشیم که سیاسی کاری مهمترین مشکلیه که باعث میشه شما بیاید اتفاقات دیگر هم نتونید جلوگیری بکنید. چجوری؟ مثال میگم خدمت شما سیگارچی،
شما الان مرور کنید اتفاقاتی که تو دوره پلاسکو افتاد، واقعا با یک فضاسازی عجیب و غریب و ناجوانمردانه از طرف خانواده‌های قربانیان اینو میگم، ما اگه به خاطر داشته باشید چقدر حرف حدیث اینی که در دمای 2000 درجه آتش پلاسکو میمدن، چی میگفتن؟ میمدن میگفتن که یه نفر صداش از اونجا در اومده که زنده است. خب من میگم که مردم ما برخلاف آقای صحبت آقای سهراب مردم خوبی هستند و هم بیه کمک کردن. تو موقع آقای سهراب انگلیس بودن ندیدن، توی تهران مردم اومدن تو کنار همه این مرکز آتش نشانی گل گذاشتن، با آتش نشانی ادای احترام کردن. آقای علیرضا، شما بخش اعظم زمانتون رو داری در پاسخ به آقای سهراب میدید، ایشون نظرشون گفتن، شما پاسخ ایشون رو، اما بیاید اگه بخواید در مورد بحث ایمنی ساختمان‌های تهران صحبت کنید، آیا ساختمان اونجور که باید ایمن هست؟ فکر می‌کنید چه اقدامات دیگه نیاز انجام بشه؟ شما جایی که خودتون زندگی می‌کنید چقدر ایمنی هست؟ آیا موارد ایمنی در اون رعایت شده؟ ساختمان هایی که در سالیان اخیر احداث شده به نظر من از ایمنی مناسبی برخوردار هستن. یه بحثی که آقای بفرمایید، مشکل ما ساختمان های قدیمی هستن که بالاخره باید شورای عالی شهرسازی و یا حالا مسئولین شهری و یا دولتی یک کمیته مشترک که دارن اونجا بشینن سر این مسئله توافق برسن، تکلیف این ساختمان های قدیمی روشن بشه. علیرضا، ما من در ساختمان های یه تأکیدی دوباره میخوام بکنم رو اون تعداد 256 ساختمانی که اشاره شد که مشابه حادثه میتونه مشابه ساختمان پلاسکو رو در پی داشته باشه. چرا نه مطالبهش از سوی کسبه یا ساکنین اون ساختمان ها مطرح میشه نه از سوی مسئولین؟ حتما باید واقعا اتفاق مشابهی رخ بده تا دوباره این بحث مطرح بشه. این قصه برای اینه که میگم ما یه مقداری میگم همین کسبه، البته در مورد مسئولین من دیدم که موقعی که اتفاق پلاسکو افتاد حرکات جدی صورت گرفت در این که بتونن از تکرار این حوادث جلوگیری کنن، ولی برای این که این اتفاقات واقعا تکرار نشه این صحبت درسته، باید مطالبه جدی بشه هم از طرف مردم هم از طرف کسبه و هم مسئولین به فکر باشن. من اگه اجازه بدید در حد 15 ثانیه یه نکته رو بگم چون چند بار توی برنامه تکرار شد درباره قربانیان حادثه پلاسکو. این رو چند روز قبل مسئولین شهرداری تهران اعلام کردن که همه اون بالاخره این افراد بیمه بودن، این عزیزان ما، عزیزان شهر آتش نشان ما بیمه بودن. شهرداری به همه تعهدات خودش برای خانواده های اینا و پرداخت هزینه های بالاخره بیمه اینها و همه بالاخره تعهداتی که داشته عمل کرده و در هفته گذشته مبالغی که لازم بوده رو پرداخت کرده. من گفتم علیرضا 15 ثانیت هم تموم شد چون بحثمون خیلی داره طولانی میشه، اما بروز نکاتی هم که علیرضا اشاره کرد در مورد اینکه بسیاری از اینا اون غرامت هایی که در واقع باید می بود پرداخته می شد، اما گذشته از این مسئله اگه بخوایم نگاه دیگه داشته باشیم، موارد دیگه ای بود که در اون گزارش نهاد ریاست جمهوری بهش اشاره شده باشه؟ بله، جدا از اینکه نهادها و ارگان ها مورد بررسی قرار گرفتن در اون گزارش، یک بخشی هم اختصاص داشت به رفتار خود کسبه و مردم که اینها هم جالب هست اگر بهش نگاه و مرور سری داشته باشیم. اون چیزی که مشخصه این ساختمون با این تعداد در واقع واحد تجاری، نه در ایران پلاسکو، فاقد امکانات لازم و بدیهی برای اعلام و اطفای حریق بود. من سعی میکنم این جملات گزارش هیئت ویژه رو بخونم و مسئله دیگه که اشاره شده، آخرین بار شورای ساختمون که متشکل از خود کسبه بوده در سال 1389 بیمه آتش سوزی دریافت کرده بودن. ولی آقای بیننده قبلی که تماس گرفت، آقای علیرضا از تهران، اشاره کردن که اینها بیمه بودن و تمام در مورد آتش نشانا گفتنشون. ولی خود اونجا تعداد زیادی از واحدها بیمه آتش سوزی نبودن. خود شورای ساختمان پلاسکو گفته به خاطر صرفه‌جویی در هزینه ها بیمه دریافت نکرده بودن که خب این موزل بزرگی ایجاد کرده. مسئله بعدی که در این گزارش اشاره شده، تجمع هجوم و دخالت های بیمورد کسبه و افراد حاضر در محل بوده. صحبت هایی که آقای سهراب از انگلیس اشاره بله کرد که گفته شده این باعث شده بارها در مراحل اطفاء و امداد اخلال ایجاد بشه. همچنین این گزارش اومده که توان زیادی از نیروهای آتش نشان
در اجبار کردن کسبه و افراد عادی برای خروج از ساختمان در حین آتش سوزی صرف شده. یعنی وقتی که ساختمون داشته آتش میگرفته، آتش نشانا به جای اینکه حواسشون به آتش باشه باید توان مضاعفی رو صرف میکردن که اونا رو خارج کنن. و نقطه آخر اینکه ساعت 9 صبح این ساختمون دچار حادثه شده و گفته شده در ساعت 9 و نیم صبح در حالی که آتش نشانا در ساختمون وجود داشتن تعداد بسیار زیادی از کسبه و افراد عادی وارد ساختمون در حال آتش شدن که همین باعث شده که در واقع کار آتش نشانا با اخلال مواجه بشه. در واقع به نوعی بحثی که الان مطرح میشه اینه که در حادثه برج گرنفل یک بحثی که هستش که این برج مسکونی بوده و افراد بسیاری در اون ساکن بودن، اما در مورد حادثه ساختمان پلاسکو در واقع کسبه هنوز سر کار نیومده بودن و با آگاهی از اینکه اونجا آتش شده است وارد ساختمان شدن. اما یه چیزی که در آمریکا هستش اینه که به عنوان مثال زمانی که آژیر در هر ساختمان یا هر جایی که کار میکنه یا زندگی میکنه، زمانی که آژیر خطر به صدا در میاد، شما باید بلافاصله محل رو ترک کنید. این اتفاق در برنامه‌های پیشین برنامه روی خط و در ساختمان صدای آمریکا هم بوده. مثلا تصویرش اگر حالا دوستان بتونن بزنن که در همین برنامه روی خط با اجرای همکار خانم ایران دوست داشت برگزار میشه و زمانی که آژیر به صدا در میاد در واقع برنامه متوقف میشه و به ایشون از صحنه خارج میشن و به بیرون ساختمون میرن. این در هر حالتی باید این مسئله جدی گرفته بشه که حالا اگر بتونیم اون رو با هم ببینیم. در یک روند عادی است در اینجا که هیچ کاری انقدر مهم نیست که این رو ببینیم با هم. در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشیم. بله، این روند چیزی که اینجا در بسیاری از ساختمان‌ها انجام میشه، روند کاملا طبیعی هستش که باید این کار انجام بشه. ولی در حادثه پلاسکو با آگاهی از اینکه آتش سوزی هستش وارد ساختمانشان صحبت رو کوتاه میکنه. اما در توضیح این تصویری که با هم دیدیم، وبسایت برخی از وبسایت‌هایی که این خبر رو منتشر کرده بودن نوشته بودن که در اتفاق نادر مجری صدای آمریکا برنامه رو ترک کرد، در حالی که میخوام این رو از شما بپرسم آیا واقعا ترک کردن در صورت شنیدن صدای آژیر یک اتفاق یا یک کار نادره؟ بریم به تهران. آقای بهمن از طریق تلفن همراه ماست. آقای بهمن، آیا ترک محل حادثه در صورت شنیدن صدای آژیر یا دیدن آتشی که در ساختمان رخ میده آیا یک کار عجیب غریبه؟ با درود خدمت شما، به هیچ عنوان. اگر که واقعا مسئولینی باشن که جان و مال کارکنانشون و یا ساکنین اون برج و یا اون ساختمون برای اونها مهم باشه، گوش به زنگ هستن و در اولین فرصت از اونها میخوان که مکان رو ترک بکنن. دو تا نکته از خدمت آقای پیمان بگم که وکیل مدافع آقای قالیباف بودن که در هر رسانه‌ای با یک اسم میان. این که اگر که آقای قالیباف میاد به چند تذکر بسنده میکنه، این خودش خیانته. به کی تذکر میده؟ به بنیاد مستضعفان. میتونسته اون ساختمان پلاسکو رو تعطیل کنه. ما میبینیم که آیا ساختمان پلاسکو برای شهر تهران بیشتر ضرر به همراه داره یا داشت، یا بساط یک دستفروش. ببینیم برخوردار رو ما میبینیم چجوریه با دستفروشی که یک بساط کوچیکی داره چجور برخورد میکنن. این واقعا جای سوال داره. این که واقعا ما میبینیم بعد از حادثه لندن از پایین ترین رده محلی و شهری تا نخست وزیر و شخص ملکه به دیدن حادثه دیدگان رفتن و واقعا از اونا دلجویی کردن و در اولین فرصت اونا رو در بهترین مکان‌ها اسکان دادن و قول بهترین به حساب قرامت ها رو به اونا دادن. حتی حاضر هستن در آپارتمان های چند میلیون پوندی اونا رو ساکن بدن. اینا واقعا آدم نباید چشمشو به روی حقیقت ببنده. خب با توجه به اتفاق پیش اومده در مثلا ساختمان پلاسکو و همون چیزی که در لندن، این فکر کنیم به عنوان مثال اگر نمیدونم از واژه خدای نکرده استفاده میکنم، اگر حادثه مشابهی رخ بده، فکر میکنم باز هم برخورد مردم با توجه به تجربه که به دست آوردن همینی بوده که در ساختمان پلاسکو دیدیم، یا نه این بار راه رو باز میکنن یا از حضور در واقع بیماره در مقابل آتش نشانات جلوگیری میکنن؟ فکر میکنم آیا این صحبت شده به اندازه کافی در مورد این مسئله یا در مورد موارد ایمنی در کشور؟ 100% بهتر از قبل خواهد بود. نمیتونیم بگیم مردم بی فرهنگی و یا اینکه اینجور مسائل برشون مهم نیست. اگر که مردم حضور داشتن، اگر مردم حضور پیدا کردن و ماندن،
به خاطر شفاف نبودن خبرهای صدا و سیمای، به خاطر که میدونیم، خودم هم بودم، به خاطر که میدونیم خبرهای شفاف به گوش ما نخواهد رسید. واقعا این عدم شفافیت در به حساب میزان حادثه، در تعداد حادثه دیدگان و ابعاد حادثه، اینه که شهروندان خودشون بهمن صحبتهای تو رو شنیدیم، زمان زیادی نداریم، خطها هم پر ازش، پیامی هم از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه دریافت کردیم که با هم میشنویم و برمیگردیم و در ادامه برنامه هم بهتون. اگه توجه کرده باشید در ساختمان پلاسکو مقصر اصلی که بنیاد مستضعفان بود و رفت هی پولا رو جمع کرد، برجی که قرق کرده بود و بدون اینکه پولی به صاحب اصلیش بده صاحب شده بود، بدون اینکه بهش رسیدگی کنه میره پولا رو جمع میکرد و هیچ رسیدگی نمیکرد و وقتی هم آتیش کرده صداش اصلا در نمیدن که مقصر اصلی کیه. ولی در برجای توی کشور خارجی همه چی رو حساب کتاب کنترل میشه، اگه هم پیش میاد دیگه کاری میکنن دوباره پیش نیاد، ولی توی اینا متاسفانه جون مردم ارزش نداره. نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 به وقت تهران. کامنت ها خیلی زیاد هست و من سعی میکنم سریع بخونم، اما پیشا پیش اگر بعضی از نظرات رو نرسیدم بخونم عذرخواهی میکنم. در اینستاگرام نیما برای ما نوشته که اگر پلاسکو مسکونی بود خدا میدونه چند نفر میمردن، چون ساختمون مسکونی بچه و افراد کهنسال هم توش زندگی میکنن که آمار تلفات رو بالا میبره. اما یه کاربر دیگری از این زاویه به موضوع پرداخته بود که آتش نشانای ایرانی جام برکف و از خود گذشته عمل کردند و برج گرنفل لندن با عدم از خود گذشتگی و عدم تعهد آتش نشانا متاسفانه تلفات زیادی داد. چند تا نظر مشابه دیگه هم داشتیم که میگفتن آتش‌نشانای ایرانی به خاطر از خود گذشتگی بهتر عمل کردن و خب البته تعداد کشته ها قابل توجه بود. سهراب نوشته که برج لندن بهتر مدیریت شد چون تعداد کشته ها عامل تعیین کننده نیست. آتش سوزی در لندن ساعت 1:30 شروع شد و خیلی ها در خواب بودن، ولی پلاسکو در روز بود و خسارات کمتری از این نظر وارد شد. من آخرین نظری که میخونم از نیلوفر هست که به قضیه رفتار مردم اشاره کرده و گفته که هیچ کس با برج لندن سلفی نگرفت. البته من دیدم عکسایی بود که یکی دو نفر در ساختمان‌های مجاور قرار داشتن عکس گرفتن که این هم البته مورد خشم خیلی ها در صفحات مجازی به خصوص برای مردم انگلیس بود. اما بذارید به بلژیک بریم. آقای آرش که بار آخری که با ما تماس گرفتن انتقاد داشتن از ما، بشنویم صحبت‌های آقای آرش. درود به شما آقای سیگارچی. درود. سری بعدی ببخشید، در حال حق داشتم، در حال مسائل روز ایران رو شما نمیپردازید و یه سری مسائل روز مثل جریانات عید فطر و قبل از اون که برای آقای روحانی اتفاق افتاد. آرش وقت زیادی نداریم، اگه بشه بریم سر موضوع بعد. آقای سیگارچی من امتحان به آقای پیمان بگم ماجرای گرنفل ثابت کرد که گرنفل بیش از 24 ساعت سوخت، ولی پلاسکو چیزی از 24 ساعت که از سوختنش میگذشت. شما به این گرنفل بعد از 14 ماه سوختن این ساختمون هیچ گونه انفجاری در اون این ساختمون اتفاق نیفتاد. آقای پیمان آرش من اگر امکانش باشه صدا تو با دوباره تماس میگیریم، چون کیفیت صدایی خیلی بده، دوباره با تماس میگیریم به بحث این که ارتباط بس شد برمیگردیم به تو. بذاریم به کرمان بریم. آقای حسین همراه ماست. آقای حسین روی خط هستید، بفرمایید، میشنویم صحبت های شما رو از کرمان. سلام از بند ممنون. حالا دوستان عزیز نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن. من فقط بگم که این که این اتفاقات میفته باید بگم خب برای
بعد از این اتفاقات باید بگم تو چه برنامه دولت داره که افرادی که این اتفاقات ضرر جانی یا مالی میبینن حتی چجور پوشش های بیمه ای قرار دارن که بعد از این اتفاق ضربه ای به اون صورت به اینا وارد نشه. خب حسین ببین ما تو بخش اول آیا حسین اشاره کردیم به اینکه در بخش بعضی از برج ها در انگلستان بعد از این حادثه خود مردم سریعا تخلیه رو آغاز کردن با توجه به اینکه مثلا ایمن نیست ساختمون یا نمای ساختمون مشکل داره. الان مثلا ما آماری که منتشر شده خود مسئولین و مقامات ایران گفتن که ساختمون هایی هستن در ایران که ناایمن هستن اما هیچ واکنش از روی کسب یا ساکنین اونجا نیست. خب وقتی اعتراضی هم نباشه طبیعتاً کاری هم صورت نمیگیره. شما درست میفرمایید. بعد میگم واقعاً باید یه باشه. بعد اولی که ساختمون ها رو میسازن متاسفانه اونجور نظارتی وجود نداره که این ساختمون ها رو ایمن بسازن. بعد اگه نظارتی وجود داشته باشه راحت متاسفانه این سوال رئیس رو اینا ماسمانیش کنی بره. خب همین یعنی حسین یعنی میگه اگر نظارت هم باشه با توجه به این یعنی زیر سیبیلی در واقع به نوعی رد میکنن و میره. جان بله الان اینجوری هست. خب این مشکل فکر میکنی از کجاست؟ به هر حال کسی که داره باجی هم میده به اون ماموری که برای نظارت میاد به نوعی به هر حال زندگی خودش به خطر میفته. خب این متاسفانه الان طوری شدی که متاسفانه با پول همه از را به در میشن. مشکل این که نظارت که دولت میذاره متاسفانه اون چیز بازانی نیستش که درست تجزیه رو بدی که واقعا بله این ساختمون طبق نظارت فلان حتی حالا ساختمون ها که جای خود داره خونه های تکوادیه وادی کف هم که میسازن اونا متاسفانه بله. حسین از کرمان زمان زیادی نمونده. حسین اشاره کرد به بحث نظارت. آرش از بلژیک ارتباطمون دوباره وصل شد. آرش ببخشید بفرمایید میشتم ادامه صحبتتون رو. ساختمون گرنفل بیش از 24 ساعت سوخت ولی هیچ گونه انفجاری درونش اتفاق نیفتاد. در صورتی که پلاسکو بعد از 4 ساعت شما انفجارهای مهیبی درونش اتفاق این خودش نشون میده این اتفاق قرار مقایسه خیلی خوبیه بین پلاسکو و گرنفل و این ثابت میکنه که این در حادثه پلاسکو انفجار به هر حال عمدی بوده به خاطر اینکه بعد از 3 ساعت که گذشتش اتفاق افتاد دچار انفجارهای بسیار در صورتی که گرنفل بیش از 24 ساعت سوخت هیچ گونه انفجاری درون ساختمان البته آرش 7 ساعت سوخت در آتش بله ولی زمان خیلی کمیه نسبت به گرنفل. گرنفل بعد از 24 ساعت هنوز هم داشت میزو به گفته خود آی قالیباف بعد از گذشت 15 ساعت امکان ورود به قسمت زیرین به خاطر شدت بران گرما و حرارت که همه چیز ذوب شده بوده امکان وجود نداره. شما ببینید تو گرنفل اینقدر مواد اشتعال زا و مسکونی هم وجود بوده در صورتی که اسکلت ساختمون پلاسکو آهنی بوده و اینقدر اشتعال زا نبوده. در صورتی که گرنفل بسیار یک برات فریکو یک یخچالی بوده که قدیمی بوده که دچار انفجار شده بوده. علتش هم مشخص شد و مشخص میکنه که پلاسکو یه حادثه عمدی بوده با انفجارهای شدید. این آقای پیمان قاطعی از آشناختر است و از دولت همیشه دفاع میکنه ولی جان مردم رو نباید آدم به هر حال ازش بگذره. جان مردمی حالا آتشنشانهای دلیل ما ولی این اشتباهی بود که اونها وارد این برای از نظر تاکتیکی اشتباهی بود. نردبان نداشتن و اگر اونها امکانات انگلیس رو داشتن مطمئن باشید من نمیخوام دفاع بکنم انگلیس اونها هم دچار چیز مشکلاتی هستن ولی اگر امکانات اونها رو داشتن قطعا چنین حادثه‌ای تو پلاسکو نمیتونست به این شدت اتفاق بیفته ولی پلاسکو چیزی که مشخصه بعد از گذشت چندین ساعت دچار انفجار شد و این سوالی که من آقای پیمان و آقای قالیباف دارم که چگونه امکان داره بعد چند ساعت از سوختن یه ساختمان و دچار انفجارهای شدید بشه این سوالی که ما نمیگیم آقا بیایم حالا بگیم عمدی بوده. صحبت‌های آرش صحبت‌های تو رو هم شنیدیم ولی باز جادر دوباره اشاره به این بکنم که این مسئله هیچ جا تایید نشد و هیچ جا منتشر نشد که این مسئله عمدی بوده. به هر حال صحبت بود که نظر آرش بود که با هم شنیدیم. اما به آقای خزایی بریم و در از تهرانشون تماس گرفت. آقای خزایی بفرمایید زمان زیادی به پایان برنامه نمونده میشتم صحبتش بعد درود به شما و همه بینندگان خوبتون.
من یه مورد مقایسه به عنوان کارشناس سازه در مورد ساختمان پلاسکو و لندن بکنم. اولا اینکه ساختمان پلاسکو اسکلت فلزی بود. آقای خزایی من میتونم با توجه اینکه زمان کوتاه، جدا از بحث اسکلت و سازه، بریم به تجربه های این دو حادثه. داخل آتیزه بود که باعث فرو ریختنشون فلز در مقابل حرارت خم میشه و باعث فرو ریختنش میشه. ساختمان لندن نمای این آتش سوزی گرفت و چون اسکلتش فلزی بود باعث فرو ریختنش نشد. این تفاوتی هست بین ساختمان پلاسکو و لندن. اما همیشه گفتن که پیشگیری بیشتر بهتر از درمانه. باور کنید ما اگر توی بازار تهران اتفاقی بیفته تو کوچه های اونجا که هزاران ده ها صد هزار موتور تو کوچه ها سه چهار ردیفه پارک میکنن، اگر اتفاقی بیفته فاجعه خواهد بود که در تاریخ تمام کشورها خواهد نوشت بشه. خب نباید اقدام صورت بگیره آقای خزایی؟ و همه کسایی که مسئول هستن خواهش میکنم فکری به حال بازار باشن که هر آن امکان جرقه زدنش هستش. بله، صحبت های آقای خزایی هم شنیدیم. آقای علیرضا از اصفهان اگر خیلی کوتاه بتونن صحبت کنن، 30 ثانیه ما فرصت داریم که میتونیم با ایشون صحبت کنیم. آقای علیرضا از اصفهان زنگ زدم، خسته نباشید بگم خدمتتون. ولی یه سوالی هست این وسط، ساختمان پلاسکو رو با ساختمان لندن اصلا مقایسه نکنید. شما خودتون رو جز کشورهای مدرن میدونستید و ما رو جز مقایسه نکنیم. دو ساختمان ما داریم تجربه‌ای که از دو رویه هستش. به هر حال به پایان برنامه رسیدیم. از آقای بهروز و آقای ساسان هم که از طریق اسکایپ همراه ما بودن عذرخواهی میکنیم که فرصت نشد، و اما برنامه فردا اختصاص داره به یک موضوع خیلی داغ. بهروز، بله، همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتم از طریق تلگرام میتونن موضوعاتی رو که احساس میکنن باید این برنامه بهش بپردازه با ما طرح بکنن. درخواستای زیادی داشتیم در مورد افزایش دمای هوا به ویژه در استانهای جنوبی کشور برنامه داشته باشیم که به همین دلیل برنامه فردا رو به همین موضوع اختصاص دادیم. پس همونجوری که بهروز همکارم اشاره کرد به اینکه موضوعاتی که برای فردا در واقع موضوعی که انتخاب شده از طریق راه‌های ارتباطی برنامه برای ما فرستاده شد، شما هم میتونید موضوعاتی رو که مهم ارزیابی می‌کنید برای ما بفرستید تا حتما برنامه‌ای در ارتباط با اونها برای شما بگذاریم. وقت بخیر، تا فردا، شب روزگار خوش. سری جدید فرارو، دوشنبه تا پنجشنبه 12 ظهر به وقت واشنگتن، 8:30 شب به وقت ایران. این صدای آمریکاست.